سلام بر شما به برنامه نگرش خوش آمدید. این برنامه از استودیوی هرات تقدیم شما میشود. بحث امروزی ما در مورد چالش‌های اخیر در ریاست معارف هرات است. شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی خانه بر کناری رئیس معارف هستند و اصولاً رئیس معارف تمام اتهاماتی که این اعضا مطرح میکنند را رد میکنند. در برنامه فعلی میپردازیم به این مسئله. مهمانان برنامه ما عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات، دکتر نورعمد حیدری عضو شورای ولایتی و سید اشرف سادات فعال مدنی. خیلی خوش آمدید. تشکر. آقای حیدری، بحث با شما شروع میکنیم. چرا شما و سایر اعضای شورای ولایتی که با تیم شما هستن خانه در کنار رئیس معارف هستین؟ دلیل در چیست؟ بولم خدا و عرض سلام و برمن خدمت شما دوست عزیز، همکارای شما در تلویزیون آریانا نیوز و همچنین خدمت مهمان های عزیز و مردم و شرافتمند هرات عرض سلام و حرمت دارم. قبل از اینکه سوال شما جواب بدم، باید بگم شورای ولایتی نظر به وظایف و مسئولیتی که داره همیشه همکار نزدیک معارف هرات بوده و خصوصا نماینده های شورای ولایتی در کمیته معارف شورای ولایتی قبل از آقای کبرزونی و فعلا هم مسئولیت کمیته دارم. ما الحمدلله همیشه در برنامه و فعالیت ها و خود امورات ریاست معارف و اهل معارف با اونا بسیار همکاری های بسیار نزدیک داشتیم. و موضوع دیگه که میخوام خدمت عزیز رو عرض کنم در مورد معترضین، مسئولیت خود میدانم از طریق رسانه شما خدمت همه مردم افغانستان عرض دارم. یک تعداد زیاد از مردم هرات در این اعتراضات و در این دادخواهی ها شرکت داشتن، از اقوام مختلفه که تصاویر و رسانه های اگر به شکل درست دیدشه حکی ازی هست و اگه یک موضوع قومی یا تقومی نبوده و این مربوط به تمام مردم اول سوالیا و تمام مردم هرات میباشد. ای که ما چرا امروز خواهان ازی هستیم که مدیریت آقای احمدی در ریاست معارف هرات ضعیفه و ما خواهان ازی هستیم که اونها بیاین این وظیفه به یک شخص دیگه از مردم هرات بسپارن، این دلایل مختلفه داره که اگر نفهمم به شکل میتونم همه موضوعات را خدمت شما عرض بکنم. مسئله کلی که شما فکر میکنید باید گفته شد میتونه مطرح بشه. خواست دلیل این خواست مردم عموما به اثر چالش ها و مشکلات که فعلا در معارف هرات خصوصا در معارف ولسوالی ها وجود داره. همین چالش هایی که میگیم اینا کدام چالش هاست؟ هیچ تغییرات مثبت در طول دوره کاری آقای احمدی به صورت بنیادی در معارف ولسوالی ها ایجاد نشده. ما در معارف ولسوالی ها به معنی به مفهوم واقعی مکتب نداریم. ما معلمی به مفهوم واقعی معلم نداریم. متاسفانه جفای دیگری که در حق ولسوالی ها صورت گرفته یا در طول دوره آقای احمدی یا حتی قبل از اینکه آقای احمدی متصدی ریاست معارف هرات باشند، یک تعداد از معلمین ولسوالی ها با بست های از اونا به عناوین مختلفه یا به هدف موضوعات سیاسی اجتماعی که دارن یا به هدف بابت فساد مالی که متاسفانه شاید در اداره معارف وجود داشته باشه، معلمین با بست های از نوع از ولسوالی ها به هرات انتقال میکنه که امی ما شاهد امی قضیه به شکل مستند هستیم. یک تعداد از زیاد مردم و یک حتی مسئولین حکومتی حتی همین روزا اینا با رسانه ها اینا صحبت های داشتن که در بعض ولسوالی ها خصوصا ولسوالی های پنجگانه شیندن، اونا با وجود از اینکه فعلا زمینه لحاظ امنیتی زمینه برای تعلیم اطفال از اونا ایجاد شده، اونا نه مکتب دارن و نه معلم دارن و موضوعات دیگری که ما میتونیم از اونا یاد کنیم که چرا ما امروز میخواییم که آقای احمدی نباشه، اینه که متاسفانه آقای احمدی از با معارف هرات یک برخورد سیاسی داشتن، یک برخورد تیمی داشتن. ما در ابتدا ما صبر کردیم، حوصله کردیم و انتظار ما این بود که از آقای احمدی که بیاین با معارف هرات یک چنین برخوردهایی نداشته باشند. ولی فعلا برای همین معترضین، برای همین مردم یک تعداد موضوعات به شکل وضوح دیده میشه که آقای احمدی نظر به اون گرایشاتی که دارن، نظر به این که آقای احمدی از دل یک تیم انتخاباتی به این به موقف ریاست معارف هرات آمدن و چی خواسته باشن و چی نخواسته باشن، این متاسفانه اینا
در طول از این مدت یک تعداد مقرری های در صورت گرفته یا یک تعداد تغییر تبدیلی های صورت گرفته که اینا حاکی از اینه که به نفع یک گروه کار میشه. و من میخوایم بگم که در قانون کشور اگر مراجعه کنیم بعض ادارات ما باید از ملاحظات سیاسی اینا به دور بمانه، مثلا پلیس ما، امنیت ملی ما، معارف ما و تحصیلات ما، اینا نباید متصدی های از اینا کسایی باشه که اینا فکر از اینا، اندیشه از اینا سیاسی باشه، که ما شاهد از این گپ هرات بودیم. ما آرزو داشتیم که یک چنین برخورد با معارف هرات نشه، ولی فعلا شاهد از این گپ بودیم. موضوعی بعدی که من میخوایم یک مثلا شما در ابتدا مطرح کردیم، گفتید در ولسوالی ها مثال زدیم، ولسوالی شیندند هرات، اما چالش های امنیتی در ولسوالی شیندند، خب این و همه مشخص است که حتی رئیس جمهور گفت شیندند به عنوان زخم ناسور در غرب افغانستان. حالا از دید شما وقتی که مکاتب در ولسوالی نیست، مشکل معلمین مشکلات اینا دارن، تنها با رفتن آقای احمدی مشکل حل میشه؟ از دید شما موضوع تنها موضوع شیندند نیست. حالا یک من مثال شندن ازتون گفتم، به عنوان مثال ما شندن میگه، شهر در ولسوالی پشتون زرقون، شهر در ولسوالی گذره کروخ، اینجیل، خیلی از ولسوالی های دیگه. آیا فرد میتونه با رفتن یک فرد تغییرات اصلاحی باید به میان میامد؟ ما اگر معارف هرات رو با دیگر ادارات هرات، مثلا ما ساعت عامر مثال میزنم، ما این مقایسه کنیم، در اداره ساعت عامر هرات ما در آخر شاهد یک سلسله نکات مثبت بودیم. مشکلات صحی مردم نسبت به 3 سال گذشته کمتر شده. مرگ و میر مادرها کمتر شده. امراض انتونی کمتر شده. و به مردم علاج صحی صورت میگیره. برنامه‌های انکشافی قابل ملاحظه‌ای که شما همین روزا شاهد بودین در عرصه صحت هرات دیده میشه. ولی در عرصه معارف هرات اونطوری که باید یا کارهای بنیادی و اساسی در اکثر ولسوالی‌ها صورت میگرفت، صورت نگرفته. این مختص منظور ما وقت شندن یاد میکنیم. من مثال زدم. ما حتی اگر شما به ولسوالی کوهسان مراجعه کنیم، به ولسوالی رواسنگی که نزدیکتره، به ولسوالی های زندهجان، هر ولسوالی که شما به شرط مراجعه کنیم، شما همین لازم میبینید که مردم واقعا به صورت درست تعلیم و تربیه اولادشان در مکاتب وجود نداره و یک مردم آرزوی ایجاد اصلاحات رو داشتن که اصلاحات ایجاد نشده و شاید بر بگرده به ضعف مدیریتی آقای احمدی که نتوانستن باعث جلب و جذب یا ایجاد از این اصلاحات بشن. تشکر از شما. برمیگردم به شما آقای احمدی. ضعف مدیریتی شما در معارف هرات باعث شده که در خیلی از ولسوالی های هرات، چنانچه آقای ادری گفتن، مشکلاتی به وجود بیاید. مسئله دومی که چرا در اداره معارف حزبی ساختن، دلیل در چیست؟ آنچه آقای ادری میگن. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه و بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، اجازه میخوایم ما به سلسلتاً از ابتدا تا انتها به صحبت های جناب دکتر صاحب بپردازیم، به دلیلی که طبیعتاً بیلانس رعایت بشه. من فکر میکنم که چالش های معارف خوب است که کلی گفته نشه، جزئی مطالب مطرح بشه و دلایل و مستندات و امکانات و ظرفیت های موجود ما در معارف هم شناسایی بشه که ما در قالب چه ظروف و امکانات هستیم که بتانیم چالش ها رو برطرف بکنیم. یعنی اصلا بخش عظیمی از مسائل آیا در محدوده صلاحیت ما هست که مشکلات رو برطرف بسازیم و یا در محدوده صلاحیت ما نیست و بلکه ما فراتر از حد توان خود هم در اداره معارف کار کردیم. بودن یا نبودن ایکس وای زد مهم نیست، بس بودن ما یا نبودن ما بس است که شهر ماست، خانه ماست، معارف همه ما پرورده دامن معارف هستیم و نهایت تلاش خود رو باید برای اصلاح و بهبود بسازیم، بهبود انجام بدیم. اما واقعا بیاین عقلانی مورد به مورد بحث بکنیم. اولا خوب است که ما بگم که در شورای ولایتی همچنین نیست که اجماع وجود داشته باشه، کل وکلای محترم شورای ولایتی یک تعداد بی‌طرفن نسبت به مسائل به هر دلیلی، یک تعداد مطلقا موضع مخالفت خود را اعلان کردن و یک تعداد هم طبعا نظرات خود دارن که ما به همه نظرات احترام می‌گذاریم، موافق مخالف اینها. نکته دومی است که متفاقا آن چرک ما دستاوردهای منحصر به فرد در سطح معارف افغانستان داشتیم
این دستاورده ها نشان از ضعف، نه تنها ضعف مدیریت، بلکه نشان از قوت مدیریت، توانمندی در کار، اصلاحات بی بدیل در سطح معارف افغانستان، در استقامت های مختلف جلب همکاری های مردمی، در قسمت ابتکارات و خلاقیت های تازه‌ای که در معارف انجام شده و در قسمت اصلاحاتی که وجود آمده. اما چون دامنه معارف بسیار طولانی است و امکانات ما برای رسیدگی به مشکلات معارف بسیار زیاده، قبل از اینکه جناب دکتر صاحب مشکلات را بگن، ما در روز زنگ مکتب آمار و ارقام خیره کننده ای از مشکلات را ارائه کردیم که در حضور رسانه ها. همین گونه که ما دیروز در یک مناظره ای که دوستان ما از شورای ولایتی تشریف نیاورده بودند، در اونجا هم در برابر رسانه ها هم نقاط قوت را ارائه کردیم، هم نقاط ضعف و کستی ها. نقاط ضعف و کستی ها اصلا در محدوده صلاحیت ما رفع مشکلاتش نیست. اصلا من میتونم مورد به مورد در روی ارتباط گپ بزنم و دوستان و کارشناسانی که در حوزه معارف باشند، که همین امروز رئیس نظارت تعلیمی وزارت محترم معارف در شهر هرات وجود داره و میتونه از آدرس معارف شما او را بخواهین و مواردی که ما به او بازگو میکنم به عنوان رئیس نظارت تعلیمی افغانستان به او بازگو بکنیم. آقای احمدی، آقای حیدری، دو مسئله رو مطرح کردن، که بحث مقرری های خودسر و تبدیلی های خودسر. بله. اولا یعنی شما این کار انجام نداده؟ من میخوام عرض بکنم، اجازه بدین، چون صحبت جناب دکتر صاحب هم طولانی بود، به موارد اشاره کردن. من مطلقا بحث مدیریت ضعیف فرصت ها باشه مطلقا رد میکنیم. من در حد خود و تمام پرسنل معارف، من وقتی که صحبت میکنم از بیش از 20,000 کارمندی که در معارف شبانه روز مساعی خود دارن، البته کستی های خود هم داریم، همه دارم، هم دیگرها، و هیچ کدام ما نمیتونیم بگیم به حد اکملین، اما به بالاترین حد ممکنه تلاش خود تلاش کردیم. نتایج حد اقل ما 200 دستاورد داشته باشن کفایت میکنه برای ریاست معارف که دست کم اگر من لیست کنم 20 تا مورد در برای شما به عنوان سطوح بسیار بالا بتونیم برای شما لیست بکنم. عرض میکنم به شما، به مجرد آمدن معارف ما یک تحقیق گسترده از وضعیت موجود در فساد مالی در معلمین حق و زحمه شهر و 4 ولسوالی انجام دادیم که موجب ایجاد 5 دوسیه به ریاست تفتیش و بعدن به ریاست سارنولی شد. به مجرد آمدن در ریاست معارف به امتداد سال 95، ما 4 ولسوالی که مورد تفحص قرار گرفت، تخطی ها، مشکلات، چالش ها شناسایی شد و 4 دوسیه به سارنولی ولایت هرات رفت. یعنی در 3-4 ماه اول ختم سال مالی سال 94 و سال 95 که بعدن دوسیه ها بیش از 1-1.5 سال طول کشید و بعضی از اینا حتی تا حال فیصله نشده، به ریاست سارنولی، ریاست تفتیش وزارت رفت. هرات اولین ولایتی بوده که تانسته برای اولین فرصت تمام معاشات پرسنل خودر از طریق اکانت نمبر بانکی اجرا بکنه، که در سطح افغانستان هم اولین بوده و هم تنها ترین بوده. بی بدیل هست. هرات بر اساس اظهار نظر ریاست نظارت عمومی، نظارت وزارت محترم معارف در سطح کل افغانستان، بلکه از کابل از لحاظ تعلیمی در سطح بالاتر قرار داره. ای بر اساس آمار و ارقام رئیس نظارت تعلیمی وزارت محترم معارف میگم که هنوز عرض کردم به هرات است، شما میتونید میره بخواین و از استدلال بکنیم. ریاست معارف هرات نه تنها معاشات در بحث فساد مالی را عرض میکنم، در بحث فساد مالی پروسه را در مبارزه با فساد مالی رفته و در بخش های مختلف که فرصت نیست که مثلا جو بازگو بکنم، که بلکه هرات تنها ولایت است که بودجه های انکشافی خود را هم بودجه انکشافی ارتقاهای ظرفیت معلمین را هم از طریق اکنون برای معلمین اجرا کرده، که این در سطح افغانستان بی‌نظیر هست. در بحث مبارزه با مسائل و چالش های اخلاقی که قبل از این معارف یک از دغدغه‌های بسیار بزرگ مردم هرات بود، الحمدلله اعتماد سازی شده. در سطح جلب کمک های مردمی ما در سال 96 نسبت به سالهای قبل میزان کمک های مردمی با 100% افزایش داشتیم، در حالی که مشکلات اقتصادی مردم افزایش پیدا کرده. در قسمت نظارت تعلیمی از مکاتب شهر و ولسوالی ها و تطبیق برنامه های استراتژیک، از جمله برنامه اطفال افغان میخوانند، هرات تانسته در سطح کل افغانستان مقام اول بگیره، که این محصول کار سال 96ه. هرات تانسته در سطح بین المللی درخشش
خاص خود رو داشته باشه که شما گزارش های از در سال 96 داشتین. اگر همین توضیح بدین. ما تونستیم در یک برنامه‌ای که معارف هرات یک قرارداد تفاهم رو با یک مؤسسه به نام فکر برتر انجام بده، این سر یک تعداد از مکاتب دخترانه برنامه پروسه روباتیک سازی را ظرف بیشتر از 6 ماه را اندازی بکنین و این در ابتکار فقط معارف هرات کرده و معارف هرات از درون این پروسه تانسته که نخبه‌ترین فکرها را بتانه بکشانه و اینها را ببره و در سطح جهان مطرح بسازه. در همکاری تیم روباتیک معارف هرات که مورد تقدیر قرار گرفت و همین لحظه هم همین روزها هم در کشورهای مختلف اونها مسافرت دارند. هرات در سال 95 که ما بودیم تانسته برترین افراد کنکور افغانستان رو به خود اختصاص بده. در سطح دختران ما تونستیم میزان پذیرش دختران در کنکور افزایش بدیم و میزان مشارکت از اینا رو بالا ببریم. آقای احمدی برازی که من میخوام بله من عرض خود جمع میکنم. چرا وقتی که شما این دستاوردار که میگن داریم چرا برخی از اعضای شورای ولایتی مخالفت کردن؟ من میخوام یک نکته را خدمت شما بگم. دوستان میوره در بسیار کوتاه اشاره میکنم. چون وقت کم است. بله بله. اولا انتقال به سایی که جناب دکتر سید میفرمایند اصلا نه به صلاحیت ماست و نه به توان ما و نه به دوری ما اتفاق افتاده. انتقال بستا و تشکیل در سال 96 به صلاحیت وزارت و به منظوری رئیس جمهور و هیئتی که وزارت میفرسته انجام شده. یعنی شما هیچ کسی مقرر نکردین؟ نه نه، در بست معلمین عرض میکنم انتقال بستا از ولسوالی ها جابجایی از اونها، اینها نه در محدودی صلاحیت ماست نه در محدودی توان ماست و ما هم اعتراض داریم. ما هم جز معترضین سر از این قصه هستیم. ما هم سر وزارت مکتوب دادیم، مشکلات رو مطرح کردیم، چالش ها رو مطرح کردیم، همین روزا بحثایی که وجود داره. چون تشکیل سال 96 به ختم سال منظور شده، از سال 97 مدار اعتباره و این از طریق وزارت آمده. یک، در بحث تقررهای معلمین کاملا پروسه ها شفاف بوده، به نحوی که حتی یک شکایت ثبت نشده. در پروسه تقرر کارمندان که به سال 95 اتفاق افتاده و به سال 96 به اساس حکم رئیس جمهور هیچ بست به رقابت نرفته، شخص دکتر سیب هیدری و جناب آقای کبرزانی به عنوان نماینده در اون کمیسیون بودن و او را شفافترین کمیته گفتن که بر اساس از اون ما خواستار تقدیرنامه از مقام و وزارت شدن و معاش اضافی برای پرسنلی که در اونجا کار میکردن. و اتفاقا او در سطح وزارت هم شفافترین کمیته بوده، چون تمام بستهایی که رفته به اعلان هم ما تونستین از اوریج کل افغانستان سطح بالاتر به رقابت بتونین بستار پر بسازیم و هم ما تونستیم که از تمام کسانی که شاید بالاتر از 2000 کاندید بوده 48 شکایت صورت گرفته و در 48 شکایت به نفع 3 شاکی فقط فیصله صورت گرفته. برخورد سیاسی در اینجا صورت نگرفته، چون بحث تقررها بر اساس مکانیزم خود انجام شده، مطلقاً بر اساس اصول انجام شده. پروسه تبدیلی از صلاحیت معارف نیست در بستا، پروسه تبدیلی از صلاحیت وزیر معارف است. و چون تبدیلی صورت گرفته؟ بله، ما 20,000 نفر پرسنل داریم. طبیعی است که تبدیلی ها به دلایل مختلف، عوامل مختلف، مشکلات، بررسی ها، تفتیش، صلاحیت اداره صورت میگیره. من رئیس معارف هستم و در جایی که لازم ببینم پیشنهاد میکنم به مقام وزارت. در حد پیشنهاد ما صلاحیت داریم و در پروسه های تبدیلی ها، چه از بسته 3، چه بسته 4، چه بسته 5، چه بسته معلمی، در قالب قانون خود انجام شده و ما در برابر هر تبدیلی دلایل و مستندات خود داریم و احکام و مقام وزارت داریم و در برابر هر موردش پاسخ خوبی باشه. تشکر از شما. آقای صادات، شما صحبت های آقای احمدی رو هم شنیدیم، آقای حیدری رو هم شنیدیم. آقای حیدری متهم میکنن آقای احمدی به ضعف کاری، سیاسی ساختن معارف، بی‌توجهی به ولسوالی ها و از سوی آقای احمدی این مسائل رد میکنن. از شما مشکل اصلی معارف در کجاست؟ آیا آنچه که آقای حیدری میگن یا نه آنچه که آقای احمدی میگن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما بیننده های خوب برنامه، جناب دکتر صاحب احمدی و جناب دکتر صاحب حیدری. شک وجود نداره که طی سالهای متمادی ما با سردرگمی های کلان در همه سطوح مواجهیم و از جمله معارف که یک بستر بسیار کلان اجتماعی است که همه مردم افغانستان به نحو به نقش دارم و در اونجا شریک می باشم. اگر به گونه مشخص ما بیاییم روی چالش های عمومی تمرکز کنیم، می بینیم ازدیاد روز افزون نفوس در ولایت هرات، حضور بیش از 1,000,000 شهروند ولایت دیگه، نبود تشکیل مطابق با نیازمندی ها، نبود امنیت برای دسترسی به نظارت، تمرکز گرایی بیش از حد در سیستم حکومتی، متاسفانه بران مدیریتی در سطح رهبری وزارت معارف که ما شما دیدیم چندین ما رئیس وزیر معارف یا مریض بود یا
به وسیله سرپرست اداره میشد. دست اندازی حلقات، گروه‌ها و جریان‌های فکری و سیاسی در معارف هرات، افزایش مخالفان معارف در طی سال‌های اخیر، تبانی در قراردادهای کلان معارف، بالا بودن خواسته‌های از دستندرکاران، عدم توجه به ظرفیت پروری در سطح ملی، نگاه کاذبانه متاسفانه نسبت به هرات و ده‌ها خواسته مشکل دیگر مواردی بوده که مشکلات معارف انبوه ساخته و هر روز ما که به طرف جلو میریم هر روز حضور بسیاری از اطفال این جامعه در معارف نیازمندی ها رو بالا میبره، ولی متاسفانه میبینیم نوع نگاه مرکز به اون تشکیلیه که در سالهای گذشته رو از تمرکز گرفته یا مقایسه میکنم با مرکز دلست. خب به هر صورت معارف ولایت هرات مشکل در قسمت خود معارف هرات مشکلات خاص دیگری هم وجود داشته، اما فراموش نکنه که معارف دستاوردهای هم داشته. اگر ما بیایم روی همه موارد بحث کنیم شاید برنامه شما پاسخگوی از این نباشه. تا حدی من به عنوان یک فعال مدنی میخوام از این جهت ابراز کنم که نه طرف مخالفان میخوایم بگیریم نه طرف موافقان، و این یک حقیقت موضوع چیست در معارف هرات؟ به خاطر که برجسته‌سازی دستاوردها و شناسایی خلا جزء اصول مدنیته و درست. ما به عنوان فعالین مدنی باید از اینا چشم پوشی نکنیم. در حد توان در معارف ولایت هرات مبارزه با فساد صورت گرفته، امروز شفافتره. خود اکانت نمبرهای معلمین مفهوم یک نوع مبارزه جدی با فساده. مشارکت قومی در معارف وجود داره و خاطر اگر شما بیاییم رهبری ریاست معارف بررسی کنیم، اگر آقای احمدی از یک قوم معاون صاحب از یک قوم دیگه معاون دیگه معاون دیگه در تشکیلات ما الحمدلله مشارکه، به خاطری که ما هیچگاه هرات نمیتونیم بیاییم مثلا به لوگر یا به مزار یا به بدخشان مقایسه کنیم. اینجا بستر است برای حضور تمام شهروندان کشور و به اینجا مشارکت قومی الحمدلله باید وجود داشته باشه تا آینه تمام نمای تمام مردم افغانستان باشه. اگر خدای نکده یک کس میاد در درون اداره معارف یا هر اداره دیگه بحث قومی مطرح میکنه، او راه شکست خود در پیش میگیره، به خاطر که ما نمیتونیم به وسیله یک قوم هرات مدیریت کنیم یا بستر کلان زندگی اجتماعی مسلمانی آمیز برای مردم ولایت هرات تمثیل کنیم. دیگه نوه برخود با مراجعین تا حد خوب بوده. کمیته های دادخواهی نهادهای مدنی معمولا رفتارهای مسئولین محترم معارف زیر نظر دارن و ما بارها از خلا و دست کمکاری‌ها در معارف گله کردیم، رفتیم پیش آقای احمدی پیش مسئولین محترم. چه آقای حیدری گفتن در ولسوالی‌ها، مشخصا در ولسوالی‌ها مطرح کردن، حالا به عنوان مثال شندند گفتن که توجه آنچنانی از طرف ریاست صورت نگرفته، بررسی‌ها در اون مناطق چی بوده، آیا واقعا کاری نشده یا دلیل ناامنی بوده، تهدیدهای طالبان بوده، چی مسئله بوده واقعا؟ یعنی که واقعا آقای احمدی نخواسته. خب بحث نخواستن ها خواستن ها من فکر می کنم یک کم با واقعیت بیشتر نیاز داره که امیدواریم اگر خلای وجود داره هیئت های تعیین شه بررسی صورت بگیره و بررسی بی‌طرفانه صورت بگیره. مسلما همیشه هیئت هایی هم که تعیین میشه از آدرس شورای ولایتی هم فکر می کنم جناب دکتر صاحب نمایندگانی در اونجا حضور می داشته باشه، اما شما بحث شندن خیلی معیار حضور و باز بودن دروازه های مکاتب ندانیم. متاسفانه تمام ولسوالی ها در شندن تشکیل شده، ولسوالا اونها در شرکت وقتی یا در شهر حضور دارن. شما دیدید مشکلات امنیتی بدترین پدیده ایه که تمام دستاوردها و نارسایی ها میتونه ببخشن تمام دستاوردها و پیشرفتا رو میتونه تحت شعاع قرار بده و یک سلسله سردرگمی ها در تمام سطوح به وجود بیاره. مسلما در میخوام بگم که نارسایی های هم در خود درون اداره معارف وجود داشته، شاید نتونستم پاسخگوی به خواسته های مردم داشته باشم، به نیازمندی های مردم داشته باشم. همین اکنون اگر شما بریم مثلا در منطقه شهیدایی که بیجا شدهای داخلی هم شاید مکتب آنچنانی وجود نداشته باشه، شاید مثلا در ما 3 سال پی در پی معلم قراردادی استخدام میکنیم. خب اینا فکر میکنم مشکل از کیست؟ وزارت معارف؟ ریاست معارف یا شخص آقای ببینیم خب اگر ما گفتم تمرکز گرایی بیش از حد تمام آسیبهای جدی متوجه تمام برنامه های دولت داشته. همین بحثی که مردم همیشه میان مطرح میکنن میگن بیان قدرت به حوزه ها تقسیم شه، به نظر من یک کار بسیار خوبی، حداقل صلاحیت اجرایی به ولایات داده شد تا اونا بتونن مشکلات خوشنسایی کنن. تشکر آقای استاد، وقتم بسیار کم است. خب به هر صورت در آینده اگه صحبتی بود با شما وقت بگیم. آقای دری، آنچه که شما مطرح کردن همگی رو آقای احمدی رد کردن و گفتن در قسمت مقرری های به دستور خود رئیس جمهور میشه پیشنهاد اینا مطرح میکنن، سیاسی ساختن کاملا رد کردن، بی توجه به ولسوالی ها رد کردن، از دستاوردها گفتن، شما چه پاسخ دارید؟ ببینیم، اولا از وقتی از مردم صحبت میکنیم، ما اینجا نباید مردم رو به مردم شهری و مردم دیوتی یا اونایی که چی رنگ لباس دارن یا
ندارن اینا باید اینا تکلیف نکنیم مردم عام مردم ما دقیقاً فرق نداره. وقتی که از اصلاحات صحبت میکنیم مثلا مثال میذارم ما وقتی میگیم وضعیت اقتصادی خوب شده یعنی که نان دسترخوان مردم خوب شده. بله. وقتی میگیم وضعیت تعلیمی مردم خوب شده پس باید از لحاظ تعلیمی وضعیت اولسولیا یا شهر تغییر کرده باشه. شما ما هدف ما چیه؟ هدف ما اینه که در شما وقتی به اولسولیا مراجعه کنیم از لحاظ سطح تعلیمی شاگردان نسبت به نبود معلم و سایر مشکلاتی که وجود داشته سطح تعلیمی شاگردان خوب نیه و تغییرات مثبت ایجاد نشده نسبت به 3 سال گذشته. حالا ما تنها وقت و معترضین تنها ما یک خواسته ما فقط اینه که ما گفتیم یکی از احتمال داره که ضعف آقای احمدی سبب ایجاد این مشکل شده. معترضین خب دیگه خواسته های هم دارن. آقای دری شما در صحبت های خود بله. مشخصا آقای کامران علیزاده به عنوان رئیس ایجریان عملا خانه برکناری آقای احمدی و میگه که آقای احمدی برکنار شد. جدا از کسایی که در روز اعتراض آمدن صحبت کردن حتی گفتن ما آقای احمدی را آتیش میزنیم اگر قرار باشه آقای احمدی از معارف برکنار نشه. حالا اگر شما باز کمک کورنش نشان بدین که حالا یکی از احتمالات ایست که مثلا آقای احمدی بعد برکنار بشن به دلیل ضعف، اما اصل واقعیت در کجاست عزیز شما؟ اگر اول از اینکه معترضین یک قطعنامه به شکل رسمی به ادارات مربوطه اونا سپردن و خواهان و درخواست هایی داشتن، اینکه اگر یک موضوعی که گفته شده و او کلان شده که یک جوان احساساتی در یک گوشه یا گفته یا نمایده یک از بلسفالی هم بوده بوده از آتیش میزنیم، یک حرفی نیه که ما خواسته باشیم این خواسته باشیم کلان کنیم. ما خواهان برکناری آقای احمدی بودیم و هستیم و گپ خود تأکید میکنیم و برای از این دلایل داریم که اگر حتی برنامه شما وقت برنامه شما اعتراضای عزیز بکنم و برای شما کاملا دلایل میارم. آقای احمدی از دستاوردها یاد میکنن. دستاوردهایی که آقای احمدی از اینا یاد میکنن اینا دستاوردهای پروژه‌ایه. مثلا اگر مکاتب رفته جایزه کسب کرده این یک دستاورد پروژه‌ای یک نهاد آمده به روی یک برنامه کار کرده و تاثیر معارف هرات نداره، دستاورد معارف نیست، تاثیر بنیادی به روی معارف هرات نداره. فکر کنم اگه دخترا رو انگیزه داده باشه برای اینکه ما 6 دختر از اینجا میره آمریکا میالن در کانادا هستن اینا انگیزه برای دیگه دخترا باشه. اینا رو ما رد نمیکنیم، اینا مشوقهای خوب شده میتونه ولی اینا تغییرات اساسی ایجاد نمیکنه. وقتی که از خدمات و بانکداری صحبت میکنه اینا تنها مربوط به اداره معارف یاد نمیشه که اینا اینجا بنوان دستاورد یاد کنن به میزگرد. اینا یک سیستم بانکداری آماده برای تمام کارمندان ادارات معاش اما میکنه اینطور در افغانستان در ایران صورت ببینید. گرفته ما وقتی از مشکلات دیگه معارف صحبت میکنیم آقای احمدی میگم که تغییر تبدیلی های خلاف قانون نداشتیم. من برای شما اگه شما وقت داشته باشیم میگم که کجا شما تغییر تبدیلی های خلاف قانون نداشتیم. ببینید شما اکثر سرپرست های معارف که به اولسوالی ها تعیین شده اینا کسای از یک قشر خاص اینا تعیین شده و اینا شایستگی واقعی ندارن که بیاین مسئولیت معارف یک اولسوالی رو بدوشن. مثلا از قشر خاص چی هست؟ مثلا از کسای چی شدن که نوع وابستگی با آقای احمدی داشتن در طول دوره‌های انتخاباتی قبلی با آقای احمدی اینا همکاری داشتن. آقای احمدی مسئول یک تیم انتخاباتی به ایراد بوده. ما توقع از این داشتیم که اونا کسای نهایتاً در معارف اولسوالی ها مقرر کنن که به شکل واضح من هیچ وقت نمیتونم بگم آقای احمدی شما اندیشه سیاسی نداشته باشین، ولی من حق منه که از آقای احمدی بخوام که شما هدف تیم سیاسی تان خود نباید بر معارف هرات و در معارف افغانستان هیچ کس حق نداره تامین کنه. مثلا شما در معارف گذره که نزدیکترین با اولسوالی به هرات آقای احمدی پیشنهاد دادن یا باعث شدن که یک فرد در اونجا وظیفه اجرا کنه به شکل واضح وابستگی داره با آقای احمدی و اون شایستگی لازم رو برای احراز از این بس نداره. تغییراتی که اخیراً در اولسوالی انجیل آماده در نیست سرپرست یک نفر رو
عامر یک مکتب رو میاره به نیست عامر مدیر معارف ولسوالی انجیل تعیین میکنه، در حالی که میتونه از کارمندایی که تجربه بیشتر داره. مثلا آقای هیدری، این مواردی که شما یاد میکنیم اینا رو رفتیم با آقای احمدی قبل از این که اعتراض بهم بکنیم صحبت کردیم و این که مثلا این سیاسی شده، این لیاقت نداره این فرد، اینا رو صحبت کرده بودیم. ببینیم ما امید از این رسیدی از یک این برخوردهای سلیقه‌ای با معارف ایران صورت نگیم. من با شما بازم تکرار میکنم، یک تعداد مدیرای ما از داخل معارف هرات اینا از بستهایی که در این بستها منظوری دارن و در این بستها در رقابت آزاد امتحان دادن اینا تبدیل میشن. مثلا مدیر مکتب لسه انقلاب تبدیل میشه به مکتب فتح، یا مثلا یک نفر از تبدیل میشه از یک از تبدیلی از کجای خلاف قانون است؟ کجای خلاف قانون اینه؟ خلاف قانون اینه که همین نفر میره به وزارت، حکم وزارت رو از میاره که شما باید، من به شما حکم وزارت رو میخوانم. او کارمند معارف هست یا نه؟ کارمند معارفه. وقتی که از وزارت حکم میاره، کسانی که از طریق ببینیم کسانی که از طریق رقابت آزاد در بست خدمات ملی مقرر گردیدن و تبدیلیشان خلاف اصول و قوانین صورت گرفته است، مطابق قانون و هدایات محترم وزارت باید از طریق رقابت آزاد مقرر گردن اصولا ادامه خواهند داد. یعنی در این بستا خوب وقتی نفر میره همین مکتوب را از وزارت میاره که من بستم همین جه به همین جه مقرر شدم باید به همین جه کار کنم، آقای احمدی برخلاف حکم وزارت همین اجراءات نمیکنن. آیا ما حق داریم که فکر کنیم که چرا می برخلاف رقابت آزاد، برخلاف حکم وزارت؟ به خاطر چند نفری که شما مطرح میکنه، یعنی که وقتی یک نفر میای به امتحان رقابت آزاد یا به اساس حکم وزارت به معاونت مالی اداری معارف هرات کامیاب میشه، بنابراین آقای عمیدی با مقرری از آقای ایدرستر شاید که چند روز به وجود آمده مطمئنا خبر دارم، حتی این مسئله رو کشاندن به سمت مسائل قومی و در ببینید در فیسبوک هم میبینید که در هرات خیلی آمدن در مقابل هم قرار گرفتن. آیا فکر میکنین تبدیلی یک فرد یا چند فرده که شما در اینجا مطرح میکنین ای باید برکنار؟ معارف ما به یک مریض رو میتونن تشبیه کنیم که ما که این روز به روز این وضعیت از این حادتر شده. ما به سرحد رسیدیم که اعتراض را حق خود میدانیم. ما دلیل اعتراض ما اینه که اگر به این وضعیت خاتمه داده نشه مشکلات معارف روز به روز زیادتر میشه. ما اگر روز در معارف هرات اگر یادآور میشدن که در معارف هرات ما فساد داشتیم، در قسمت کاهش فساد خوب بوده کارشان؟ ببینیم امروز در معارف هرات به ذهن اهل معارف ما پیدا این فکر پیدا شده که در معارف هرات تبعیض داریم، ما در معارف هرات تعصب داریم. وقتی که یک کارمند او حکم وزارت داره، او به وظیفه مقرر نمیشه به دلیل مسئله تعصبی. ببینیم شما از نظر مسئولیت کاری و مسئولیت شغلی هر کارمند اداره دولتی باید مسئولیت شغلی داشته باشه. اگر واقعا این کارمند خلاف میورزه باید به سارون ولی معرفی بشه و به ولی جزا خود ببینه. بدون دلیل موجه رئیس یک اداره نمیتونه یک کارمند درجه رتبه بالای یک اداره از مثلا از آمریت نظارت معارف شهر او تبدیل کنه به آمریت معارف یک مکتب. تبدیلی وقتی صورت گرفت این مسئله چطور میشه؟ وقتی که تبدیلی صورت گرفت مثلا شما و تیم شما حالا 500 یا 1000 یا 2000 نفر به خیابان میرزانه و میگه که باید رئیس برکنار شد، بس میگه که آیا تنها یک نفر دو نفر چند نفر شما مطرح میکنه، این میتونه دلیل بر موزیگیری کلان بشه؟ ببینیم ما ترس ما چیه؟ ما هم ترس از این داریم که روز به روز وضعیت معارف هرات خرابتر میشه و موضوع دیگه که ما خواهان اصلاحات هستیم، اصلاحات حق مردم هراته و چیز دیگه که برای برکناری بر اصلاحات برکناری برای ایجاد اصلاحات کسی بیای از درون معارف هرات و کسی که در معارف هرات او تجربه آموخته و فکر و اندیشه سیاسی واضح نداشته باشه که به فلان تیم تعلق دارم و از فلان کمپاین انتخاباتی آمده باشه، او بیای از درون معارف بیای، یعنی سکاندار معارف هرات بشه و بتونه برای معارف خدمات. آقای ایدری چرا در شورای ولایتی از روز گذشته دو روز قبل 6 نفر از شورای ولایتی کنفرانس دادن گفتن که رئیس شورای ولایتی به صورت حالا حرف خودش یا شخصی است یا خودسرانه میاد ادعا میکنه از آدرس شورای ولایتی اینا اونا مطرح اتهام زدم که آقای رئیس شورای ولایتی
که تلاش میکنه تا ریاست معارف قومی بسازه و نزدیک انتخابات بره از اینکه تیم از او بتونن برنده بشن در ولسی جرگه یا در ریاست جمهوری این تام از درون شورا از کنار خودشون بر خودشون وارد است. ببین آقای عمیدی، اول از اینکه معترضین وابسته به یک قومی نیست، از اقوام پوشونا داره می اعتراض حضور داشته و من تاکید میکنم که حضور داشتن. اقوام جمشیدی و نماینده های ناخود اینا داره می اعتراض حضور داشتن. اقوام طاهری هرات حضور داشتن. اقوام هزاره هرات حضور داشتن. و آرشیف رسانه ها و آرشیف تلویزیون ملی. پس چرا اعضای شورای ولی تی ادعا میکنن؟ اولا از اینکه دو نفر از اعضای شش نفر بودن در کنفرانس. یک لازم معذرت. دو نفر از کسایی که در کمیته معارف شورای ولایتی اینا اجرا داشتن و رابطه نزدیک با معارف داشتن، فعلا اینا از جمله منتقدین وضعیت فعلی معارف هم. هم آقای کبرزانی که در کمیته معارف کار کرده و هم من به عنوان کسی که در کمیته معارف کار کردم، ما به این باوریم که با معارف باید برخورد سیاسی صورت نگیره. شما میتونید حتی شما از آقای کبرزانی هم شنیدیم که با معارف باید برخورد سیاسی صورت نگیره. ما خواهان چی هستیم؟ خواهان اصلاحات. ما خواهان اصلاحات هستیم و ما در رأس هرم معارف هرات میخواهیم کسای حضور داشته باشن که فکر احساس و اندیشه معارف پروری داشته باشن. تشکر از شما قید دارید. بسیار معذرت. اگر گاهی شما فکر میکنیم که این موضوعات قومی یا موضوعات آنچه که درون خود شورش ببینیم. درون شورای مطرح کرده، اولا از اینکه این موضوع موضوع قومی نیست و متعلق به تمام مردم هرات. دومن از اینکه ما اگر خواسته باشیم میگن کسای اینا به خاطر مسائل انتخابات میخوان در امورات معارف مداخله کنن. آنچه که شما گفتین اتهام بستین به آقای احمدی. ببینیم ما فعلا میبینیم که ناهنجاریایی که فعلا ایجاد شده، همین اعتراضاتی که فعلا وجود داره به دلیل از اینه که کس باید در معارف هرات باشه که تعلقات تیمی مشخص نباید داشته باشه. ما توقع از این داشتیم که آقای احمدی نمیدن کسایی که به شکل واضح با اونا کار میکردن، با اونا هم کار بودن، اونا در معارف قرار گرفتن. شما وقت به ما بدین، من اسم اعضا وقت ما بسیار کم است، بسیار مزرد. خب پس اگر شما من با خود اسناد آوردم. ما وقتی که صحبت میکنیم کسایی فعلا در آمریت سرپرست های معارف ولسوالی ها تعیین شدن، کسایی در آمریت معارف مکاتب تعیین شدن، کسایی در آمریت معارف آمریت اجرایی های مکاتب تعیین شدن به اساس پیشنهاد. آقای احمدی میگه که من حق مقرر کردن ندارم، اینا به اساس پیشنهادات بوده که به شکل سرپرست چی شده و اینا برخلاف خواست شورای ولایتی بوده. بله، این کسایی که مقرر کردن آقای احمدی، شما میگن این افراد درستی نیستن. تبدیلی‌هایی که صورت گرفته، تبدیلی‌های نادرست، یک تا ضایع شدن حق‌های وجود داره. ما میگیم اگر نفر واقعا مشکل داشته باید به سارون والی معرفی میشد. و موضوع دیگه که ما میخوان تاکید کنم سر از این، فقط یک مورد به شکل قابل ملاحظه از طرف معارف هرات با اتهام فساد مالی، او هم با کمک نزدیک شورای ولایتی به سارون والی معرفی شده. ما تا حالا دیگه ندیدیم کسی به سارون والی معرفی شده. مشکل دیگه که ما با آقای احمدی با او داریم، من آقای احمدی میتونم در یک گوشه دیگر از این وطن خدمات شایان با مردم داشته باشم. موضوع ناکامی آقای احمدی در پروسه CBR، موضوع ناکامی آقای احمدی در پروسه CBR برای مردم یک چالش ایجاد شده. موضوع از این که آقای احمدی یا به هر دلیله یا این که من نمیخوام قضاوت کنم که آیا دوسیه‌ای که فعلا آقای احمدی دارن به سارون ولی و دوسیه‌ای که فعلا آقای احمدی دارن به محکمه اینو حق یا ناحق، ولی وجود دوسیه در مراکز عدلی قضایی و ناکامی آقای احمدی در امتحان CBR که خود از این باعث کنش ها و واکنش های زیاد شد، اینا همه باعث از این شده که آقای احمدی فعلا ذهن تمام معارف هرات رو به خود مشغول کرده. این برای معارف آسیب میرساند. تمام اهل معارف به این فکر میکنن که یک روز فکر میکنم که چرا آقای احمدی سرپرست بسیار معذرت یک روز به این فکر میکنم که چرا آقای احمدی امروز هواخواهای آقای احمدی به سرک آمده، یک روز دیگه ما کسایی داریم که برخلاف آقای احمدی به اعتراض دارن. اینا همه مواردی هم که دلیل موجهه که آقای احمدی میتونه که همی وظیفه یک اهل معارف بسپاره که بتونه مردم رو از این مشکلات دور کنه. درست. آقای احمدی پاسخ شما به حرفای آقای حیدر بسیار کوتاه. اجازه بدیم که وقت شما وقت برنامه
خب بعد دوستای کمی بلان سرطان رایت بکنن. وقتی کس در موضوع دفاع قرار میگیره باز وقت بیشتر مایه. اولا گزارش مک سازمان بازرسی اروپا از معارف هرات نشان داده که معارف هرات به عنوان یک معارف متفاوت و استثناء مطرح شده. گزارش بین المللی هرات مستثنا تبدیلی ها. خب پس کار در معارف هرات استثناء است. چالش ها را بسیار ما زیاد داریم، بیشتر از چیزی که دکتر سیم میگن، اما چالش ها رفعش در حد صلاحیت ما نیست. سه، تبدیلی ها اصلا قومی نبوده، کاملا مطابق قانون انجام شده. افرادی که در شهر از اینا نام بردن بر اساس فیصله تفتیش و بر اساس اختلاس های مالی صورت گرفته و بعد از فیصله تفتیش به مقام وزارت پیشنهاد شده. جالبی است که همه کسایی که در تبدیلی ها آمدن اینها در کمپاین کنار ما بودند. آقای هیروی از معارف لسه سلطان فارغ شده، به قوم خود قوم ماست. به لحاظ سیاسی هم لسه سلطان چون لسه کلان بسیار شهر است، یک رقابت چشم داشته، اما در این لسه یکی از برادرای قوم های پاپولزهی آمده که هیچ نوع ارتباط از لحاظ کمپاین با ما داشته. بله ما پیشنهاد کردیم تبدیل آمر لسه سلطان، آمر لسه انقلاب، اینها بر اساس فیصله تفتیش ریاست معارف و بر اساس پیشنهاد بر بعد از تحقیق و تفحص انجام شده. هر مورد دیگر هم باز ما خدمتشون گپ میزنیم. وقتمون بسیار کم است. یعنی منظور اگر گپ داشته باشن. نبود معلم، ما دارین دغدغه دارین که ما بستای معلمین سالهای متمدی است در ولسوالی ها به اعلان میره، اما حتی فارغ سنف دوازده پیدا نمیشه که بستار پر بکنه. ما هم میگیم کیفیت معارف، ولی کیفیت معارف از خود راه حل داره و در توان ما نیست. و ما در حدود چارچوب خود یک روند بسیار طولانی را در حال حاضر شروع کردیم و سال گذشته همین مورد که خدمت شما عرض کردم که بحث اطفال افغان میخوانن یک پروسه را تطبیق کردیم سر معارف. تطبیق کننده ما هستیم. کابل بانک ساختن یا بانکی ساختن را ما ساختیم، سازماندهی را ما کردیم، مدیریت ما کردیم، کسرگی اجرا نکرده. و در این پروسه اطفال افغان میخوانند که ما تطبیق کردیم در سر هفولسولی هرات سرآمد کل ولایات شده. سرپرست ها امیریت معارف گذره را گفتند. من دیروز در برابر رسانه ها سند نشان دادم که شخص رئیس به شورای ولایتی به امضای خودشان و مهر شورای ولایتی مکتوبی عنوانی وزارت معارف، مکتوبی عنوانی ریاست معارف فرستادن که آدم خوبی است. در وقتی که به عنوان سرپرست سه سال پیش، دو سال پیش، سه سال نفر سرپرست رو میکنه. حالا خدمت شما عرض میکنیم اون اجازه بده زمان خدمت بودن. خب اگر وقت رسید دیگه اونم به شما دلیل میگین که چرا تمدید شده، اونم خدمت شما میگیم. وابستگی سیاسی افراد که آمدن به زندجان رفتن، عامر زندجان بس شده به اساس فیصله تفتیش وزارت و قص الهازا هر مورد. بس تبدیلی ها خلاف قانون نیست. تبدیلی که از عامر نظارت گفتن بر اساس درخواست خودش صورت گرفته که ما متن درخواستش رو داریم و بنا به شکایاتی که به جهت‌های مختلف در اینجا وجود داشت، اولین باری که ما آمدیم چالش‌هایی که ما بررسی کردیم، مردم آمدن، دو تا نقطه متاسفانه جدی سر معارف اشارت می‌رفت، یکی بحث‌های اخلاقی بود و دیگرش بحث‌های مالی و یکی مدیر منابع بشری و او دیگر ما خدمتی دادیم و بعد افراد خدمتی درخواست دادن که ما را تبدیل بکنیم و فرد دیگه هم از منابع بشری رفته در یک بست دیگه در یک ریاست دیگه تنظیم شده و این را بر اساس هماهنگی با مقام ولایت وقتش ما انجام دادیم که جناب آقای جمی به عنوان سرپرست معارف وقت مکتوب تبدیلی را دادن و از ما خواستن که تو یک مقدار اصلاحات بیار که مردم از تو انتظار دارن. معاونت خواهر که اینا گفتن از برای معاونت مالی و اداری اصلا او امتحان نداده، بس به اعلان نرفته، بس مربوط به آمریت تعلیمات عمومی بوده و رئیس جمهور و وزارت محترم معارف عنوان کرده بودن که آمریت های تعلیمات عمومی خانم ها باشن. آمرای برحال تعلیمات عمومی رفتن اعتراض کردن به ولسی جرگه و گپای دیگه. بعد وزارت ها قرار شد بستایشان خالی باشه. او خواهر فقط گزینش شده بود به عنوان سرپرست در بست خالی. بعد او آمد در بست آمریت مالی و اداری مکتوب خود آورد، خواهر ما درخواست داد که ما برای تعلیمات عمومی میخواییم برم، نه در مالی و اداری. در ابتدا بعدها یک داستان دیگه اتفاق افتاد، مکاتیبش موجوده.
در معارف اقوام مختلف در اونجا وجود دارن، مدیریت های اجرایی که جناب دکتر صاحب میگن با حضور نمایندهشان جناب آقای کبرزانی استخدام شدن و نماینده شورای ولایتی در 17 بست مدیریت 19 بست مدیریت اجرایی که به اوایل سال 95 انتخاب شده با حضور نماینده مقام شورای ولایتی انتخاب شده و نماینده مقام وزارت هم در اونجا حضور داشته، یعنی نماینده ریاست منابع بشری وزارت معارف جمع نماینده ریاست محترم شورای ولایتی، نماینده اصلاحات اداری، نماینده مقام ولایت در اینجا حضور داشتن، اسنادشان وجود داره. من در یک کلام خلاصه میخوام عرض بکنم، ما امیدواریم که دوستان مطالبی که مطرح میکنند اولا این رو با معارف مطرح کنند، اسناد و دلایل مرور کنند. در موارد شاید ما هم یک انسانیم، بله من از یک آدرس سیاسی آمدم، مکن کار کرده نمیتونم، در یک فضای سیاسی و یک شورای کار کردم، اما در معارف کار سیاسی نکردیم، میره قطعا رد میکنه. به عنوان یک شهروند حق دارم در کدام کمپاین باشم کدام کمپاین نباشم، اما در معارف ابدا چنین کار نکردیم، فکر و ذهن معارف رو به خود مشغول نساختیم. در پروسه سی بی آر ما کامیاب شدیم، رسانه بین المللی است. یک برادر به هر ملحوظی از جلال آباد 3-4 نمره از ما بیشتر گرفت، من نفر دوم پروسه سی بی آر هستم و بعد از ما هم نفر سوم کامیاب شده که او هم نمره کامیابی رو داره. نمره کامیابی در پروسه سی بی آر و در پروسه های ریاست ها نمره 65 و من 66.5 نمره دارم و فرد دیگه 65 داره و فرد دیگه اولوش 70 یا یک نمره پایین یا یک نمره بالا داره. او برادر رفته به اونجی جریان دوسیه، امی مواردی که دوستای اشاره میکنن اتفاقا توسط سارنولیا بررسی شده. خب اگر قصه میره، ما اعتراض خود به صورت قانونی نسبت به او وکیل ما نوشته به لوی سارنولی مطرح کردین. من میخوایم بگم که خوب است که من در واقع دارم دفاع از این دوسیه میکنم، یعنی چون دوسیه من به فیسبوک ها آمده، محرمیت هم متاسفانه لحاظ نشده و دوستا و دستای آمدن به مجرد که اتهامنامه از اونجا نوشته شده در حالی که بعد محرم باقی میموند ایر به فیسبوک ها دادن، چه کسی نمیدانیم. بعد دولت بررسی بکنه که به آبروی یک شهروند، رئیس یک اداره نه که به حکم رئیس جمهور رئیسم، رئیس یک اداره نه، به عنوان یک شهروند چه کسی حق داره حیثیت یک آدم زیر سوال ببره تا وقتی که محکمه فیصله نمیکنه. ما میخواهیم بگیم که بله گیر ما مجرم باشه، او اتهامنامه است و اتهامنامه مطلقا خلاف اصول و استانداردها رعایت شده. حداقل قصه اتهامنامه است، یعنی قبل از اینکه تحقیق بشه که اتهامنامه تفهیم اتهام بشه با متهم و متهم از خود دفاع کنه و اگر اسناد دیگه نداشت بعدن پیین امضا بکنه، ولی این احضاریه گرفته نشده، حتی ما وکیل نداشتیم. من در آخر میخواهیم بگم که معارف در برابر مداخلات در درون معارف استاد شده. تا ما باشم در برابر مداخلات بیجا در درون معارف استاد میشم. فرق بین ما اینه که کدام کس مداخله میکنه خورده است، کلان است، اسمش کلانه، خیلی زور میگه، دروازه معارف رو به زور میگه بسته میکنم، اگر فلانی نباشه و کار محکمه است مربوط بره به محبس، اشکالی نداره، قانون است. ما هر موردی که داریم، به عنوان آخرین نکته عرض میکنم، هر موردی که دوستا علیه ما دارن که اثبات جرم بدن به سارنولی، هر موردی که بحث اداری داریم، هر موردی که بحث اداری داریم، دوستا بیان بشینن به اونا که پرنسیپ اداری هم باشن، مقام ولایت ریاست منابع بشری مقام ولایت حضور داشته باشه به عنوان تکنیکر قصه، جایی که ما خطا کرده بودیم و اصلاح میکنیم. تشکر از شما آقای احمدی، لطف کردین. آقای صادق خیلی کوتاه بگم، ریاست شورای ولایتی آقای علیزاده گفتن که ما در وزیر معارف ایرات روز یک شنبه میبندم. شورای ولایتی صلاحیت از ایر داره که دروازه معارف که 1,000,000 دانش آموز داره و حالا صدها معلم داره بیای بسته کنه. حالا به دلیل ای که میخوان فرد برکنار بشه، او فرد برکنار نمیشه یا استعفا نمیده، بعد دروازه معارف 1,000,000 دانش آموز بالت سرگردان بمانه. خیلی کوتاه، متاسفانه ما هیلتی ها بدون، در حالی که هیچ حضور پررنگ نه در رأس ایران قدرت نه در سطح محلی داریم، بازم کوشش میکنیم همین حضور بسیار بیرنگ خورم بیرنگتر کنیم و از بین ببریم. تمام نهادهای اوایزای همین شهر و نهادهای تصمیم گیرنده و نهادهای امنیتی و نظامی در دست مسئولینی هست که از دیگه ولایت آمدن. برای تقویت جایگاه و نقش دادن به نیروی کدری خود باید ما کار کنیم. خلا اون مشکلات بحث صلاحیت، صلاحیت زیر داره شورا. خب طبیعتا بحث صلاحیت قانون شورای ولایتی موجوده، دروازه یک اداره مسلما هیچ کس
بدون دلیل بسته کردن نمیتونه. تشکر شما. به خاطر جناب آقای احمدی مرات حضور و حاله همه نشد، اجازه بدید مهمان یک فعال مدنی من هم گفته های داشته باشم. بسیار کم است. به خاطری که من فکر میکنم اینجا سیمولیک نشسته میتونم هیچ بحثی نداشتم. از دیدگاه ما فعالین مدنی باید گفتمان میان فردی صورت گیره، مردم همین شهر به هم دیگر نیاز داریم، رابطه خونی داریم. حضور آقای احمدی به مراتب به دکتر سید حیدری بهتر از یک کسی که از یک برادر که از جلال آباد یک جای دیگه بیاد که نه با اصول، نه با فرهنگ، نه با ضابط های زندگی، نه با عنانات زندگی ما برابری داشته باشه. مسلما ما باید همدیگر درک کنیم، برای رفع یک مشکل گفتمان صورت بگیره، کشمکش ها رو بگذاریم کنار. خدای نکرده اگه کشمکش ها ادامه پیدا کنه، نسل آتشین و جوان ما در مقابل هم قرار میدیم و فردا شاید مقصر کسی باشه که بالاخره به فکر راه اندازی اختصاص بده، یا آقای احمدی بوده باشم یا دکتر صاحب حیدری یا هر کسی دیگر. این شهر نیاز مبرم به همگرایی داره، شهر علم و فرهنگیم، شهر توسعه و پیشرفتیم. اگر ما بیایم جایگاه خود محاسبه کنیم در درون سیاست افغانستان متاسفانه جایگاهی نداریم. بازم خواهش میکنم بیشتر از این جایگاه نقش خود در درون دولت افغانستان ضربه نزنیم، بیایم به طرف آینده یک جایگاه بهتر برای خود ترسیم. فقط در حد یک دقیقه ببینید، اول از اینکه اعتراض مدنی، نفس اعتراض مدنی برای ایجاد اصلاحات از نظر همگان این مثبت باید تلقی بشه. موضوع سی بی آر آقای احمدی گفتن که ما کامیاب شدیم. اگر آقای احمدی کامیاب شدن، همین همایش هایی که به خاطر دفاع از آقای احمدی و نیامدن کسی که کامیاب شده بود سازماندهی کردن از این دایره چی مفهومش اون فعلا معرفی شده در مدیریت شهر کابل. ما نفر دومیم آقای احمدی بسیار معذرت. موضوع که دیگه میخوام، موضوع تبعیضات بوده. آقای احمدی به شکل خود اینو مکتوب امضا کردن، با وجود تمام دانایی و تجربه کاری که مردم در ولایت هرات حق تاسیس مکتب به زبان پشتو نداره و مکتوب آقای احمدی جمله اینتر نیست اشتباهه. و ببینیم در حضور من مکتوب در اختیار رسانه ها قرار می دانم شما در آرشیف خود این مکتوب جنازه است که به سر شانه اینا 3 سال کش میخوره. یک مکتوب اداری است. موضوع تبعیضات به شکل واضح، موضوع دیگه که میگم آقای احمدی وقت رسیدگی به معارفه نداره. آیا با معارف که با 1 میلیون متعلم و معلم آقای احمدی در این فرصت حتی به تحصیلات خودم رسیدگی کردن؟ یعنی تحصیلات از اینا برای نسبت به معارف برای اینا ارجحیت داشته، برخلاف تمام لوایح و طرز العملهایی که از طرف وزارت مقامات رتبه بالا باید با اجازه ریاست جمهوری سفر کنن، این موضوع در خود در روسیه مطرح شده ما به جواب ندیم. موضوع تغییر تبدیلی هایی که میگم که انجام شده، ببینید تغییر تبدیلی انجام شده، نفر فعلا اعتراض داره. جناب آقای احمدی ببین یک کم انصاف داشته باشه، همه گپا ما بخاطر همه گپا ما به اساس اسناد گم بزن. نفر 10 روز 20 روز پیش میره از کابل حکم وزارت میاره که من باید پس به با مو وظیفه اول خود مقرر باشم، اور مقرر نمیکنه. چنین حکمی برای ما نرسیده. آره من کپی هم میارم ارکان ما در معارف نرسیده. در اختیار آقای احمدی قرار به ما در معارف نرسیده. به ما در وزارت معارف چنین مکتوبی صادر نشده و صادره ما قد نشده. دوباره تاکید میکنم ما شما همه مردم هرات باید به این خوش باشیم و مردم افغانستان که مردم فعلا به جایگاه رسیدن که معارف میخواهن. دقیقاً. و این باید مثبت فکر بشه. اصلاحات در معارف. همون جوانایی که از نظر یک تعداد مردم اونا بد معرفی میشن، همونا به دروازه معارف میان اعتراض میکنن و میگن ما معارف میایم. بزرگوارای ما بیاین معارف برای اجنا قرار بده که اینا از نظر شکلیات خام تا مطابق با می چیا شما قرار بدین. یعنی اعتراض حق مردم است و شورای ولایتی برای ایجاد اصلاحات و برای بهبود وضعیت معارف و برای سپردن معارف به اهل معارف در کنار مردم خود میمونه و این حق مردم خود میدونه. تشکر از شما. یک نکته آخر بگم دکتر صاحب، از مواردی گفتن که گویا وکیل یک تعداد افرادن، اونا که افراد در پهلوی ما هستن اگر اعتراضی دارن بعد به ریاست معارف بدن. شورای ولایتی خانه مردم مراجعه کردن به شورای ولایتی، شکایت ها خود به شورای ولایتی آوردن. تشکر شما آقای ادری، تشکر شما آقای سادات، با اینکه وقت کمتر به شما داده شد. تشکر شما آقای احمدی. این بود برنامه نگرش که از استودیو هرات تقدیم شما شد. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار.